چرا اینو یک مرتبه شد؟ جناب آذر، نکته مهمش اینه چرا یک مرتبه شد؟ تا اون زمان که بحثش بود همه اینا در سطح روشنفکر بود، در سطح دانشگاه ها بود. این بود که بخاطر خوب دقت کنن، نکته خیلی جالبه. آخوند به طور پراتیک 1400 سالی که داره با عواطف جامعه از حضرت گذره برانگیختن عواطف نون میخوره. به قول ارسطو عاطفه در قلبه، اما اندیشه در مغزه، منطق هم در مغزه. وقتی که آخوند ببینه که داره میبازه بازی رو، آخوند که نمیتونه بیاد از در اون مبارزه علنی موضوعی که از نمونه شفای شبیه تا همه کارهای دانشگاهی خوبه؟ اصلا این اتفاقی هم که افتاد توی فیزیک این بود که همون وقتا توی نشریات که نمیشه نوشته، ولی نشریات مخفی البته در میامد بدون اجازه، من نوشتم که با این داستان حرکتی که تو فیزیه شد و اونجا درگیری که شد، نظام مشعل عملا خواست و نخواسته به هر حال مشعل از دانشگاه تهران برداشتن انداختن تو فیزیه قوم. حمله کرده بودن اونجا به کماندار نظام به اون مدرسه فیزیه. همینه بگم، ببینید شما میبینید یک مرتبه از یک همون نزدیکای یعنی چند ما مونده به انقلاب شما نگاه میکنید. این اولا من به راستی من میگویم و میایم از اردوگون، بسیاران دیگه هم هستن زنده هم همه الحمدلله. دیدم همین روزا از آقای دکتر ملکی هم یک یاد داشت دیدم آرزو عمر دراسته براشون میکنن. بله دکتر ملکی باید تصیم بله سالها زندانی آخوند بود و پیرمرد بزرگوار، خیلی هم دستش درده بودم در زندان، سال هم زندان. خب این تا هنگامی که تا اون چند ماه مونده به انقلاب، یعنی همه میتینگ های خطرشکن و خطرشکن اجتماعی روشنفکران آزادی خواه با پیشینه های سیاسی فراونی که از همه بازمانده های خانواده سیاسی ملی. و یادتونم باشه که بعد یک اصطلاح کرده بود که جالبی این بود که وقتی که اصول انقلابی دولتی سلطنتی اعلام شد، انقلاب سفید شاه و ملت، یک سخنرانی خیلی شگفت‌انگیزی کرد که همه اونایی که به هر صورت یک مقدار مسائل اجتماعی و علوم اجتماعی و یک کمی تجربه سیاسی و اینا داشتن واقعا حیرت زده بودن که چگونه است که شاه کشور میاد، اولا دو تا حزب خودش دستور میده درست میشود، یکی آقای علم دبیر کلش، یکی هم یکی دیگه دکتر اقبال. بله آم و مهره ها چیده شده، هر دو حزبن به فرمان شخص شاه هست، غلامان جانسار که عدلن اونا یه مدتی دعوای زرگری کنن و کردن و نکردن و بعد یک مرتبه باید همه اینا منحل بشه، یک حزب به وجود بیاد، اونم باید هم شاه بفرماین دستاخیز و بعد پشت سرش هم این از اون چه هست و هر کسی نمیخواهد ما لطف میکنیم که در نامش بهش میدیم تا بره. بله شانسی که تو طول تاریخ ایران اصلا وجود نداشته. دقیقا اصلا یه خیلی مسئله مهمه، بسیار مهمه. انقلاب بهمن 57 اگر ریشه هاش بخواهیم بکاویم، گفتم انقلاب طبقاتی نبوده، مطلقا انقلاب ملی بوده به دلایل بین المللی که اعلام شده بوده. همه هم میدونن یک مرتبه نرخ نفت صد سماون، هر که کشوری که نفت داشت، ایران بیشتر داشت، خب بیشتر، یعنی یک نوع دفاع زمینی هم نسبت به سالهای پیشش بوده. دقت میکنید
البته شکاف طبقاتی بوده، البته فرق بوده، البته بیرون شهر معلومه چی بوده، ولی باید داریم تو همون کل مجموعه داریم صحبت میکنیم. دارم میگم میخوام بگویم که عامل اصلی اینه که جامعه جوان روشنفکر طبقه میانه، روشنفکر طبقه متوسط تحصیل کرده جامعه با آلمان ها آجا این طبقه دیشدین تاب نبود این مقدار تحقیر رو. این تحقیر چند تحقیری نیست که برای تو بگن که این حکومت میاد میگه این امتیازات به شما میدیم اما باید اینجوری را بری اونجوری بکنی. هیچ کس حقه هیچ امر سیاسی نده، یعنی تو موجود سیاسی نیستی. پروار بندون پروار بندون یک جامعه میخواید با فرهنگ پروار بندان تو میخواید اداره کنی، خیلی خوب، اما انسان این نیست. دقیقا اینطوره، انسان از آفریدگاری و خداوند چی درش خداوند گذاشته، ای بابزه این خودش انتخاب کنه. حتی حرف خیلی ساده، کسانی که دوست دارن حقیقت بزنن لازم هم نیست که مثلا من به مراجع کجا بش، نه حتی یاد داشته خود آدم های که در اون نظام در سبار آدم های بعد از شما قرار داشتن یاد داشته علم. بله دقیقا نه من اونجا یاد داشت کرده یه تفهم به شما میگه، میگه من تحصیل مهم چیزه شد اطلاع انقلاب نکده. یه بار بگو میگه که الان اجازه خوبه که این بده دوره آینده چند تا از این پیرمرده به شهریار نسیل تورای کرج. بله بله مثلا بعد که با اون ریشو پشم قشنگ پیرمردیشو مثلا تو مجلس شاه دعا کنه بعد جوابش شاه میدهد که یعنی چه، یعنی هدای دموکراسی رو در آوردن. بله مخواب اینه بگم که یک مرتبه داستان سینما رکس پیش میاد و آتیف بدن و خون را باید، چرا باید خون را بیفته؟ بلکه فقط در پناه، دقت کنید، در پناه شوک بزرگ خون آلود کردن این ماجرات که عواطف تبران میکنه، او هم عواطف کور، یعنی دیگه جایی برای منطق باقی نمیمانه. دقیقاً منم که دارم با شما حرف میزنم یک دفعه یادم افتاد از نامه های گورکی ماکسیم گورکی، بعد ماکسیم گورکی میشه ماکسیم گورکی جوانه، بله، یکی از این بزرگان کس که از نویسندگان بزرگ کلاسیک حالا به رومن رولان مینویسه. رومن رولان نه به این روسی مینویسه، به این روسی تر پایتر خوش مینویسه، ای از اون به رومن رولان نه، بله، به از هدان 905 گزارش بوده. درسته بعد میگه که به مجردی که تیراندازی شد و اتیزی پر از اون پر دفتن پر اینا نوشته بود که کارگران با شعارهای زنده باد امپراتور خلاصه فلان مطالبت همیز به سمت کاخ سلطنتی میرفتن که یک مرتبه به روی اینا آتش گشوده شد و اینجوری شد و اتیزی رسن. بعد گرکی نشد هرکون آخر شب است و همیز به این بخلای فرمبندی میکنیم و از این حرفا، ولی از آن این آدم ها دیگه آدم هایی که صبح را مفتدن با اظهار وفاداری و امپراتور خواستارش مفتن دیگه اینا اونا نیستن، اینا هر چی جلو دستشون بیار به اصفت میروبن. میخوام بگم که عواملی به دقت محاسبه شده بوده که به این داستان بخون کشیده بشه. من الان که دارم به شما صحبت میکنم یک منظره جلو چشم خودم از یک راه بیمایی بزرگ نماز قیطریه یادتونه؟ بله بله به حدود 300 هزار نفرم رفتیم آمدم و بسیاری هم بعد همونجور که آمد جماعت آمد به سمت پایین من خونه برادرم دوست و برادرم دکتر محمد رضا شفیعی که از کنه استاد ایزاله یه زوی دانشگاه تهران اونجا بودم داشتم می آمدم بعد خوردم به این جمعیت با همین جمعیت از خیابون میرداماد. چرا این آمدم تو میرداماد؟ بخاطر اینکه خیلی جمعیت که
عید فطر بهتری احمد و بیاد های فرو سرایی که میرزا احمد میخوره به جاده قدیم اونجا سرواز های استاده بودن دیگه نمیتونستن برای حقیق هم بودن پایی بنابراین همه زمینیت میپیشه تو خیابان میرزا احمد از اون جماعت آمدن آمدن میاد تا بعد میپیبنده تا خیابان پرلدی بله که تصویر سابقه مصدقه بعد خیابان نگوشتن بمونه دقیقا همیشه منظم با شعارهای معین آزادی استقلال این جمهوری اسلامی هم من خیلی سعی کردم که بفهمم که تاریخ دقیقی که کلمه جمهوری اسلامی هم آمد تو از کی بود فقط میدونم که به حضرت اوائل کار نبود دقیقا بعد داشتم از اینه میگفت اینه داشتم میگفتم ما آمدیم تو خیابون امیر آرشید و بعد از تو خیابون بعد پیوستیم و آمدیم افتادیم تو خیابون پهلوی و آمدیم به سمت پایین الان که دارم نگاه میکنم الان دارم اصلا اون خیابون میبینم حافظه من تصویری همه اونه الان داره من زنده شده جلو شستمه یادم نمیره که دیگه اونجا تموم شده بود راست به مایی خب بعد از ظهره یک معطل شدم که همجوری یک حیقی با روی برنگوی دستی امراش یک آخوندی یک شکار طلبه زبانی و یکی دیگه باید به خیر طلبه اما همراه او همه مردم پردا صبح به میدان جواله دقت میکردن بله 17 شهریور حادثه 17 چندم شهریور بود 17 شهریور بله 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 ها بله همونجا مورتن فردا صبح نکته خیلی مهم همین بحثیه که در همین زمانها دیده میشه همواره که شعار بود استقلال آزادی از مشروطیت تا نهضت ملی و تا انقلاب 57 بعد این شعار اضافی میشه جمهوری اسلامی و این هم سابقهش خیلی محدوده یعنی از همون زمانهاییست که شما داری بهش اشاره میکنی الان دارم همین رو میکنم ببینید این الان که من دارم فکر میکنم من یادم خسته مونده آمدم خونه چوب یادمه تلفن برداشتم از آشنا و دوشنایی که نزدیکتر بودن از جمله به خانه شادروان داریش و فروهر بردمان داستانه باور میکنید که هیچ کدوم اینا مطلع نبودن؟ بله